آمریکا میگوید آماده و در انتظار از سرگیری مذاکرات وین است و با توجه به موارد ذکر شده در گزارش وزیر خارجه ایران به مجلس در خصوص تحریم ها هنوز هیچ چیز نهایی نیست. گیتا آریان و جزئیات بیشتر. گزارش وزیر خارجه ایران به مجلس عملا تحویل پرونده به دولت بعدی بود که یک ماه دیگه کار خودش رو آغاز میکنه. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ کتبی به سوال من که آیا چنین تأخیری بر نظر دو طرف که پیشرفت بوده تأثیر خواهد گذاشت یا نه، گفت تا کنون راه طولانی طی شده اما آمریکا ضرب العجلی برای مذاکرات تعیین نمی‌کنه. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری دوشنبه، اگر این تأخیر طولانی بشه بی تأثیر نخواهد بود. با گذشت زمان پیشرفت‌های اتمی ایران بر تصمیم ما که به برجام بازگردیم تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ما آماده از سرگیری مذاکرات هستیم. سخنگوی دیگری که پاسخ سوال‌های من رو داد از سخت‌تر شدن مذاکره با دولت بعدی ایران نگرانی نداره و میگه آمریکا کماکان متکی به دیپلماسی و همکاری متحدانش در این مسیر هست. در رابطه با گزارش جواد ظریف مبنی بر اینکه آمریکا موافقت کرده تحریم علیه دفتر آیت الله خامنه‌ای و نهادهای وابسته به اون برداشته بشن و سپاه پاسداران هم از فهرست گروه‌های تروریستی خارجی حذف بشه، تکرار کرد که تا در مورد همه موارد توافق نشده هیچ چیزی نهایی نیست. در این بین میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در وین و نماینده اون کشور در مذاکرات روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه کمرسانت اون کشور، غنی‌سازی 60% و تولید فلز اورانیوم 20% ایران رو نقض بیش از حد تعهدات اون کشور و عملی که هیچ کشور غیر اتمی انجام نداده توصیف کرد. به گفته او در این مذاکرات آمریکا در دو مورد از خودش انعطاف نشون داده. اول، رد پیشنهاد 3 کشور اروپایی که مذاکرات فرای برنامه اتمی ایران باشه و دوم در زمینه ترتیب بندی اقداماتی که تهران و واشنگتن باید انجام بدن. امروز علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در کنفرانس خبری خودش گفت که در مقابل توقف این فعالیت‌ها ایران می‌خواد سوخت اتمی اون کشور تأمین بشه. این مسئله‌ای که 6 سال پیش در برجام پیش‌بینی شده بود. گذشته از مسائل هسته‌ای، علی ربیعی اظهارات هفته پیش راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را تایید کرد که گفته بود مذاکرات در مورد دو تابعیت‌های زندانی در دو کشور در جریان هست. گیتا آریان، صدای آمریکا.